بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش. بینندگان عزیز ارجمند، هموطنان عزیز، سلام بر شما. انشالله که حالتان خوب باشه و در سلامتی کامل باشه. دوستان عزیز، بعثت پیامبر گرامی اسلام خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. عید بزرگی هست، سراسر شادی، خوشی و زیبایی و خدمت شما از آن گرامی باد عرض بکنم. انشالله که همه روزهای زندگی شما مثل امروز پر از سرور و شادی و نشاط باشه. دوستان عزیز، در خدمت شما از آن هستم با برنامه روی خط زندگی و امیدوار هستم که تا پایان برنامه امروزی در کنار ما باشین. امروز روز عید است و صحبت‌های ما هم می‌خوایم که کمی شادتر، زیباتر و پر از سرور باشه. به همین منظور در پیمان با این روز بزرگ برای شما عزیزان مهمانان گرامی هم دارم که شما عزیزان با ایشان آشنا میشین. در ابتدا مهمان بسیار بسیار گرانقدری در کنار من حضور دارن که در پیمان با این روز تحفه بسیار زیبایی برای شما عزیزان در نظر گرفته. سلام علیکم با ایشان داشته باشید و بعد از او انشالله در خدمت ایشان هستیم. آقای بلخی سلام و وقت بخیر خدمت شما و ما هم این عید بزرگ خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. زنده باشین. منم به نوبه خود در سلام ادب دارم سعی نصیب خدمت شما، خدمت بیننده های برنامه خوب شما و تلویزیون وزین تمدن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرج المستودع فیها به عدد ما حاط به علمک. منم به نوبه خود عید بزرگ مبعث را نخست خدمت ولی نعمت من آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف، ثانیا خدمت شما حضار معظم، همه بینندگان مؤمن و متدین تبریک و تهنیه درز میکنم. بله، سپاسگزارم. بسیار خوش آمدید، منور ساختید حضور با حضور زیبایتان فضای برنامه ما را. سرپا گوش هستیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. قربان شما، ممنون. حسینی سیب، البته در نخست یک نکته را میخوایم عرض کنم و اوی که قصیده هایی که ما در مجالس ها میخوانیم خیلی طولانی است، یعنی 20 دقیقه زیادتر کمتر را در بر میگیرم، اما من معذرت میخوام از بیننده های شما اهل فنون اساتیدی که ما را مشاهده میکنم، چون من قصیده را فشرده میکنم تا در می چند دقیقه که برنامه ایجاب میکنه این را بتونیم سازماندهی کنیم. دیگه من معذرت میخوام از شما و اساتیدی که ما را میبینن، ان شاء الله که مورد عفو همه قرار بگیرن و از همه ما و شما انشاءالله قبول باشه. با معذرت و اجازه شما. صحت و سلامتی آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف در جهت تعجیل و فرج آقا صلوات محمد اللهم صلوات. بسم الله الرحيم. أي فرد فوش معصيتي عاصيا تمام بر درگاه تو دیده امید خاصم از دبستان علی یک هنر آموختم، مهر او راز همه بیشتر آموختم، خواندم درس ادب از ورق دفتر عشق، ادب و عشق ز در و گوهر آموختم. محمد محمد عربی کابروی
هر دو سراست کسی که خاک درش نیست، خاک بر سر اوست. یا رسول الله، ستاره بدرخشید و مایه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من، نگار من، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. یا رسول الله، یا رسول الله، منو مدحی تو آشا کی سزد، نسبتی نیرنگ افسونگر با وحی کردگار. هر کی با پاک دلان، هر کی با پاک دلان صبح و مسای دارد، دلش از پرتو اسرار صفایی دارد. زهد با نیت پاک است نه با جامعه پاک، ای بس آلوده که چون پاک ردایی دارد. حاصل هیزومی سوخت شمعی رای منزل نشود، باید افروخ چراغی که زیایی دارد. سوی بتخانه مرو، سوی بتخانه مرو، پند برهمن مشنو. سوی بتخانه مرو، پند برهمن مشنو. بت پرستی مکن، این ملک خدایی دارد. صلوات و رحمت اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب و هنگام چون بنهفت رخ این لاله همرام، شگفت از چشم انجم صد هزاران نرگس شهلا. یا رسول الله، نهادیم پاشب بر چشم چند خوزان شب از انجام. همیشه به خاطر معراج رسول اکرم من کوتاهش میکنم. نهادی یا رسول الله، نهادی پاشب بر چشم چهر خوزان شب از انجام. هزاران چشم بر راییم تو دارد تا سحر شبام، شبی اندر سراییم امهانی بودی آسوده، که سودت پر بپا روح الامین و گفت ای مولا. ز شفقت گرد غم از چهره کروبیان بفشان، ز رحمت زنگ اندوه از دل روحانیان بزدایم. یا رسول الله، گشادندت در هفت آسمان بر وی تو بگذشتیم، کشیدی از شرف دامن بر اوج سدره توبام، سپردن قدسیان هر یک طریق خدمت و آخر،
ز همراهید ماندند و تو ماندی همچنان تنها. یا رسول الله تو گستردی بساط حق پرستی در جهان، ورنم گرفته بود یک سر کفر روی صحنه قبرا. معابد جمله و ایرانه، حریم کعبه بتخانه، ز خالق خلق بیگانم چی در سر را چی در زر را. یکی را قبله روی بود، یکی را سجده بر آتش، یکی را رو به خورشید و یکی را چشم بر شیرا. یا رسول الله یکی را رو به خورشید و یکی را چشم بر شیرا. دریاب خستگان غمد را زاد ساد، هی دستگیر شاه و گدای علی مدد. بسیار عالی، ماشاءالله ماشاءالله. آقای بلخی عزیز سپاسگزارم از شما، واقعا که مدیحه بسیار زیبایی را با صدای بسیار زیباییتون تقدیم بینندگان عزیز کردید. سپاسگزاریم. تشکر آقای بلخی عزیز، تشکر از اینکه دعوت ما با این برنامه را پذیرفتین. برای شما همیشه آرزوی موفقیت میکنم و امیدوار هستم که همیشه شاهد این اجراهای زیبای شما در جهان باشید. قربان شما، از شما تشکر، ما را در برنامه زیباییتون دعوت کردید. انشالله که از من شما قبول باشه. تشکر، خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز، برنامه ما همچنان ادامه داره. میان برنامه رو به اتفاق شما از آن ببینیم و بعد از اون بخش بعدی برنامه رو فراموش نکنیم.